طبیعین یک فریزه قطعی یک فریزه فوری است بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستاین انه خیر الناصر و, و معین از خاطرات خدمت سربازی در زمان رژیم تاغوت خدمت برادران و خواهران عزیز تعریف میکردم کردم عرض کردم که نهایت بی احترامی رو به مردم داشتن به سرباز داشتن یه روز روز سهشنبه بود یادم بازدید خودرویی بود هر کسی جلو خود رو وایستاده بود یک سرگردی به نام سرگرد انوریان که فرمانده گردان بود اومد از خودروها بازدید بکنه موقعی که یه بنده خوده داشت توضیح میداد بنده که اطلاعاتی از اون ماشین داشتم که در چه وضعیتی هست آیا آماده برای معمولیت هست یا نه اومدم توضیح این خدا رو یه مقداری تکمیل کنم بی اختیار محکم خوابون تو گوش من که چرا شما صحبت کردین یعنی هیچ احترامی قائل نبودن برای سرباز یک سرگود که با اون درجه و ارزم به خدمت شما سنی از ما بزرگتر بود اینطوری با ما برخورد کرد البته بعدا یه مقداری پشیمون شد و اینها ولی خب دیگه چه فایده یک بار یادم من نگهبان اصل خونه بودم اصل خونه جنب میدون صبحگاه بود در همین پادگان هر فعلی باقش های سابق اصله ام یک روکولم بود جلو اصل خونه من قدم می زدم. یک مرتبه دیدم در میدان صبحگاه یک هلیکوپتری نشست و یک ماشین بنز اومد و چند نفر پیاده شدن از جمله یک زنی بود که این بیهجاب بود و ارزم به خدمت شما دامنش تا... بالای زانو بود به طوری که باد هلیکوپترم زد یک وضعیت بسیار بدی پیدا کرد من همون موقع گفتم خدای مرگ ما رو برسون ما داریم برای کی خدمت میکنیم ما اومدیم اینجا برای مملکت خدمت بکنیم گفتم این کی بود؟ گفتن این خواهر ها بود به قدری اون موقع ناراحت شدم گفتم خدایا یا یک فرجی برای ما حاصل کن یا مرگ ما رو برسون که ما اومدیم خدمت بکنیم برای مملکت اومدیم برای شاه خائن داریم خدمت میکنیم خلاصه خیلی ناراحت شدم یک بار دیگه باز بعد از اون جریان آرایشگری که یه مدتی ما آرایشگر گورهان بودیم حدود نزدیکی شف ما بعد دو مرتبه ما رو آوردن در صف و صبحگاه و اینها دو مرتبه باز همون برنامه ها شروع شد که بریم مثل مرغی که سر میاره بالا همه یک آن بعد برای شاه دعا میکنن آمین بگیم گفتیم خدایا این دفعه چه کار کنیم به فکرم رسید که اگر اومدن برای آشپزخونه نیرو خواستن میگم من واردم رو ویلچرا برای کلاسای آموزشی نشسته بودیم یه مرتبه از آشپزخونه اومدن نیرو خواستن گفتن کی آشپزی بلده آماده است برای آشپزخونه بیاد کار کنه گفتم من خلاصه ما رفتیم حدود شیش ماه دیگه ما از صبحگاه معاف شدیم و رفتیم آشپزخونه و اونجا مشغول بودیم به لطف خدا به قدری من دقیق داشتم و میترسیدم از این حرف های زشتی که اینها میزدن به بعضی از افراد به قدری دقت داشتم که یک ساعت اضافه خدمت نداشتم یعنی سعی می کردم مرخصی میرم یه مقدار زودتر هم برگردم به وضع اقتصادی مردم سربازان هیچ توجهی نبود فقط بی احترامی میکردن من یادم هستش که یک روز ما دنبال یک جایی میگشتیم به عنوان نمازخونه تو این پادگان دپو ترابری تو رای کرج رفتیم یک جایی مثل دخمه بسیار کسیف گفتن اینجا نمازخونه است نشون ما دادن بعد از اینکه انقلاب به لطف خدا پیروز شد ببینید من سال ۵ش برج ۵ش منقذی شدم خدمتم تموم شد سال ۵۹ باز درخواست دادن برای 6 ماه خدمت احتیاط که بنده اعزام شدم رفتم اتفاقا همون پادگان دیدم تو این در ارز این دو سال یک مسجد بسیار خوب ساخته شده به لطف خدا و به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در همون پادگان اصلا بگم نمازخونش بسیار نمازخونه ای نبود که آدم رقبت نمیکرد توش بره اون موقع قبل از انقلاب ولی بعدا که رفتم دیدم یک مسجد بسیار خوب ساخته شده و ما که به به لطف خدا دنبال این بودیم کسی کمک چیزی اگر میخواد بهش کمک بدیم از سربازانی که اونجا بودن ما رو با یکی دو از یک دو تا از دوستان گذاشتن به عنوان کسانی که در کمک های آمول منفعه به صلاح همکاری میکنن <تصفح> به سربازا بعد از انقلاب این زمانی که ما شش ماه احتیاطمون آمدیم تو همون پادگان زمانی که دو سال پیش دو سال نیم پیش اون برخورده داشتن با سربازا بعد از انقلاب دنبال این بودن که سربازی اگر متحل هست به این سرباز به صلاح خاروار بدن و گفتم خدایا یا شکر شکرت ببین کجا بودیم و دو سال از انقلاب گذشته به کجا رسیدیم این همون ارتشه که اینقدر تغییر کرده لذا باید قدر این انقلاب رو خیلی بدونیم و شکرگزار باشیم ببینید حالا دوستان جوان زیاد یادشون نیست ولی کسانی که هم سن بنده هستن یادشون هست که جشن 2500 ساله که شاه گرفت و در شیراز سر قبر کوروش برگزار کرد چه هزینه کرد خیلی هزینه هنگفتی کرد ولی مردم داشتن از گرسنگی میمردن چیزی نبود روستاها همه از مین رفته بود روستای خود ما مردم آواره شده بودن به به شهرهای اطراف و ارزم به خدمت شما هیچ امکاناتی نبود نه آبی نه برقی الان به لطف خدا به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی آب برق آسفالت گاز تلفن همه چی بعضی خونه هایی که الان دوستان ما فامیلای ما هستن الان خاله من اونجاست از شهرم بهتره انشالله اگر فرصتی بود خاطرات دیگه هست در این زمینه که انشالله مصده وقت عزیزان خواهم شد و السلام علیکم و رحمت الله